خسته نباشید زبان آموزان عزیز، با دنباله ای کار را آغاز میکنیم و یا ادامه میدیم. کار به اینجا رسیده بود، با این لگه کار کردیم. ایش لگه دس بوخ آف دن تیش، اینجا فهمیدیم که آکوزاتیو شد. اما یک نکته دیگه، اگر کار یکم یواش پیش میره، من از بزرگواریتان ببخشید، چون علت دارم. علتش این هست که ما بعضی ها رو میبینم سطح زبانش B1 هست، A2 هست، اما هنوز نمیدونه متاسفانه که چه موقع این اف آرتیکل خود داتیو میسازه، چه موقع آکوزاتیو. بله، به همون خاطر ما نکته به نکته اینا رو پیش میرم که شما کار برای شما راحت تر شود در آینده. بله، خب این لگه، خب لگن گفت، لگن میشه به صورت خوابانده گذاشتن، اما این لیگن، خب لیگن، لیگن اوکی، ایش و یا ویر، ویر نوشته میکنم، ویر، ویر لیگن اف دم تیش. بذار ما اول auf den Tisch نوشته کنم. ich liege auf den auf Tisch. آرتیکل چی میتونه باشه؟ آرتیکل اینجا چی میتونه باشه؟ اینجا ich ببخشید wir liegen auf بلا بلا Tisch. liegen liegen میشه خوابانده بودن، خوابانده قرار داشتن، خوابانده بودن، یعنی موقعیت شما رو لو میتم، موقعیت شما رو مشخص میکنه، یعنی دراز کشیدن، دراز کشیده خواب بودن. و زمانی که موقعیت لو داد، این تیش آرتیکلش دی هست، درسته؟ میشه دم. wir liegen auf dem Tisch. ما روی میز خوابیده هستیم، به شکل خوابیده روی میز قرار داریم. پس اگر auf نباشه، این یکی از این حروف اضافه دیگه باشه، مثالش اونتر باشه، اونتر هیچ فرقی نمیکنم. نوشته میکنیم اونتر، اینجا نوشته میکنم اونتر دم تیش. به خاطر چی؟ به خاطر که به خاطر چی اینجا دم شد؟ به خاطر اینکه این لیگن موقعیت شما رو مشخص میکنه، درش حرکت نیست. این لگن قرار گذاشتن بود، شما میگذارید یک چیز رو از اینجا از نقطه A به نقطه B، اما این لگن شما قرار دارید به صورت خوابیده. wir liegen unter dem Tisch. ما زیر میز قرار داریم و یا خوابیده قرار داریم. اما اگر wir نباشیم، اگر wir نباشه، Katze باشه، die Katze liegen auf unter dem Tisch. پیشک ها روی میز قرار دارد. خب سلام دوباره، من فیلم را استوب کرده بودم، یکی زنگ زده بود. خب نمیفهمم کار به کجا رسه بود. درسته اینجا، درسته اینجا رسه بود. دی کاتسه لیگن، آها ببخشید، اینجا باید این جمع کاتسه میشه کاتسن. خب اینجا بازم خوب شد. اگر کاتسن در حالت جمع داتیف باشه، در حالت جمع داتیف باشه، اینجا کجا بود؟ اینجا کاتسن این نمیگیره دیگه اسمش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودش در حالت جمع این داره. دی کاتسن لیگن اونتر دم تیش. پیشک ها زیر میز خوابیده هست، زیر میز خوابیده قرار دارد. اگر اون زیر میز نباشه، تویشن باشه، در میان دو تا میز، چه قسمی میشم؟ اونتر گفتیم، هینتر پشت سر میز اگر باشه چی میشم؟ هینتر دمتیش. هیچ فرقی نمی کنم. دی کاتسن لیگن هینتر دمتیش. پیشک ها پشت سر میز خوابیده است. بعدش اگر اون پشت سر میز نباشه، در وسط دو تا میز باشه چی؟ zwischen dem Tisch. Die Katzen liegen zwischen dem Tisch. پشک ها در میان، در وسط دو تا میز قرار دارد، خوابیده قرار دارد. بله، این لیگن به صورت خوابیده قرار داشتن میشه. بله، پس الان فهمیدیم. اشتهن میشه
ایستادن و یا بودن هم میشه ایش اشته ایش اشته اشته واو خب اوکی اینجا اینو من پاک میکنم چون به خاطر که یک بار اشته نوشته کردم اشته اف دنتیش اف دنتیش اف دنتیش اودا خب ایش اشته اف دنتیش من روی میز ایستاده هستم آیا درسته به نظرتان؟ نه موقعیتتان رو لومته یا نه؟ بله موقعیتتان رو لومته درش حرکت نیست پس زمانی که حرکت نبود آرتیکل به شکل داتیف تغییر میکنه ببخشید ایش اشته اف دمتیش من روی میز ایستاده هستم اگه اون من نباشم کتاب باشه چی؟ دستبوخ دستبوخ اشتهت 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 اف دمتیش اینگاه کتاب استاده نیست کتاب خوابانده است فکر میکنید که کتاب به صورت استادکایی روی میز قرار داره بعدش میگید بعدش یک کسی از شما میپرسه و ایست دستبوخ شما میگید دستبوخ اشتهت اف دمتیش کتاب استاده است روی میز دیدید که چقدر راحت اگر اون کتاب نباشه چوکی باشه چی؟ در اشتول اشتهت اف دم تیش چوکی روی میز استاده است با اون چهار پایش اگر خوابانده باشه میشه لیگن دست اگر اشتول خوابانده باشه با چهار پایش استاده نباشه میگیم دی اشتول در اشتول لیگت اف دم تیش لیکت قرار دارد یعنی خوابانده قرار دارد اما اینجا در اشتول اشتهت با چهار پایش استاده است زمانی که چیزی استاده باش با پاهایش بعدش ما میگم اشتهت اگر اون روی میز نباشد در کف اتاق باشد چی؟ اف اوکی اف داریم اف دم بودن در اشتول اشتهت اف دم بودن چوکی بر روی بر کف اتاق بر کف زمین بودن میشه زمین بر کف زمین قرار دارد بر روی زمین قرار دارد بله چقدر کار راحت بعدش میریم با این هنگن این هنگن هم یکی از فعلای هست که من خوشم میاد چون دو حالت داره ما میتونیم با اینا بازی کنیم کار کنیم یعنی خب دی لامپ بیا من نوشتم کنیم ایش هنگه آن دیواند آن دیواند آن دیواند بله ایش هنگه آن دیواند من روی دیوار آن دیواند واند میشه دیوار من روی دیوار آویزان هستم ایش هنگه آن دیواند من روی دیوار آویزان هستم و یا میشم ایش هنگه اف دیواند دی لامپ دی لامپ دی لامپ بله ایش هنگه اف دیواند دی لامپ و یا لامپ نمیشه روی دیوار نصب کرد دست بیلد راحت دست بیلد خوب شد به ذهنم آمد خب دست بیلد ایش هنگه آن دیواند دست بیلد من روی دیوار عکس را آویزان میکنم این هنگن میشه آویزان کردن اما من به جای این ایش دست را دست بیلد را میارم دست بیلد هنگت اینجا میشه هنگت آن دیواند آن دی نمیشه دیگه به خاطر چی؟ به خاطری که موقعیتش رو لومتم الان میشه دست بیلد و ایست دست بیلد من شما میپرسم و ایست دست بیلد بعدش شما میگه دست بیلد هنگت عکس آویزان هست آن دیواند آن دیواند دیدید که آرتیکل با خیلی طرز راحت عوض شد دست بیلد هنگت آن دیواند کتاب عکس روی میز روی دیوار آویزان هست خب در ثانیه دیگه وقت داریم در فیلم بعدی کار رو تمام میکنیم تا فیلم بعد بای بای چوس